مسابقه آلاینده ها، برنده مازوت، بازنده مردم. اینجا تهران و یک قانون مهم داره: نفس عمیق ممنوع. بزن این هواکش ساب مرده رو، خفه شدیم. هر وقت شهر رو از بالا نگاه کردی دیدی آلودگی اجازه نمیده چیزی رو ببینی، بدون که فاتحه مشهر خونده است. تداوم آلودگی و افزایش قدرت آلاینده ها مدارس ابتدایی، دبستانی و مهد‌های کودک را امروز مگه تو امس نداری؟ خب اینجا بمونی میمیری. داریم خفه میشیم، خدای خیلی. من خودم سرطان دارم. آره داداش خفه میشم، به خدا چرا نشم. واقعا داریم خفه میشیم. این نفس کشیدن با کرونا با ماسک دیگه، اینم از یه طرف. آقای دولت به فکر ملت باش. ما اینقدر آلوده است که داریم خفه میشیم. داریم واقعا خفه میشیم، دیگه نفس کم آوردیم، نمیتونیم نفس بزنیم. هوا شهرمون که خیلی داغونه، تردد زیاده، ماشینا میزان سوختشون همه بالاست و اینکه مصرفشون هم خیلی بده، رسیدگی نمیشه واقعا. والا آلودگی ماشیناست، اتومبیلاست، والا کارخونه‌هاست، سطح شهر تهرانه. به خاطر بدون برنامه‌ریزی مسئولین، همین فقط. واقعیت رو بگم دیگه. من از اولین روز زدم بیرون، خیلی اوضاع واقعا نگران کننده است و همه داریم از این آلودگی خفه میشیم و امیدوارم که یه راهکاری وجود داشته باشه که بتونیم حداقل بزنیم بیرون، حداقل مثلا خرید روزانه‌مون رو انجام بدیم. مسئولین باید رسیدگی کنن، ماشینا باید بازدهیشون بالا بره، بعد یه سری گازها هست که کارخانه‌ها هستن که داخل مازوت، باید جلو اینا گرفته بشه. متاسفانه هیچکی رسیدگی نمی‌کنه. داداش هوا باید هم آلوده باشه. یکی برمی‌داره سیگار وینیستون می‌چشه، یکی برمی‌داره بهمن می‌چشه، یکی برمی‌داره مگنا می‌چشه. هوا باید هم آلوده باشه. نمی‌تونیم نفس بچشیم توی این هوا. الله به خدا والله. مجبوریم از این سوخت استفاده بکنیم که واقعا باعث شده که رو تنفس و سیستم تنفسی تاثیر بسیار منفی داشته باشه. با توجهی که ما هم ماکس میزنیم، ولی با این وجود بازم اذیتیم. علت اصلیش هم همین سوختیه که مسئولین به خاطر تحریم دارن استفاده میکنن. آره مازوت. و به خاطر همین هم هستش که الان اینقدر فضای شهر آلوده است. یعنی ما یکم قدم میزنیم قشنگ نفسمون میگیره. بله مخصوصا ما که مرکز شهریم واقعا اذیت میشیم. چه نباید درست کنن؟ چه مردم باید؟ ما نفر دوم گاز دنیایی، چه گاز نباید داشته باشه؟ مرکز شهر میده که کارخونه که وجود نداره، که بالاخره چیزهای دیگه هم هستن، همین ترددهای ماشین. الان من خودم یک ساعت بیرون زدم، واقعا هم احساس خفگی میکنم دیگه. این ماسک هم که مجبوریم بزنیم که دیگه چاره ای نداریم. فقط امیدوارم که دیگه مسئولین هم بتونن یه کمکی به ما بکنن. هیچ کسی صداش در نمیاد، هر کسی میندازه سر یه نهاد و سازمان دیگه. هر سال سر این بود که ماشین میاد بیرون، مدارس فلان، مدارس هم که امسال بسته است، ولی خب هر سال این موقع سال ما داریم این مشکلو که آلودگی هوا امسال هم که خیلی بیشتره. مشخصه دیگه کسی به داده این هوا نمیرسه. اهواز ماشین، مثلا ماشین هست ولی موتور رو دیگه به این اندازه نیست. متاسفانه تحریما که همه جوره رو ما اثر گذاشتن، این سوختم که ما به خاطر تحریما وارد میکنیم خیلی واقعا اثر گذاشته روی اینا. شما وقتی کاری انجام بدی واسه نفع داشته باشه واسه سود داره دیگه، دیگه به فکر من نوعی نیست. سرشون شلوغه، نمیرسم به یه سری چیزای دیگه رسیدگی کنم. نه میلیون نفر زیر این سقف دودی چاره ای ندارن و باید مازوت تنفس کنه. شاهان شکیبا، هدلاین.